آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر دوستان بیننده، عزیزان همراه برنامه توضیح المسائل. روز خوبی رو براتون آرزو دارم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند حکایت دنیا حکایت سایه توست، اگر بایستی می ایستد، اگر دنبالش کنی دور می شود. قرار الحکم، حدیث 9818. السلام علیک یا مولا یا امیرالمومنین. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رفعتی عزیز هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون. سلام علیکم. خوش آمدید. در خدمتتون هستم. ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله سلامت باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب دوستان عزیز و همراه بیننده، همینطور که در جریان هستید، صحبت دیروز به این رسید که تقلید چگونه محقق میشه و صحبت های بسیاری شد که بنده فقط همین سرخط رو انتخاب میکنم به عنوان پیش مقدمه درس امروز. جناب استاد در خدمتون هستیم. بزرگوارید. بله، دو سه تا مطلب بود که قبلا سابقه مختصرتر گفته بودن، البته ما بله. مقدار شرحش دادیم. مباحث امروز یعنی این چند جلسه تقریبا روشن شد. تقلید عمل یا التزامه؟ در مرحله عمل به فتوای یک مرجع تقلید به عنوان اخذ حجت و داشتن حجت، آیا اختیار داریم به فتوای دو مرجع عمل بکنیم یا حتما باید به فتوای یک مرجع عمل بکنیم؟ بله، در صورتی که هر دو مساوی باشن از نظر علمیت، و الا احتیاط به این بود که حتما فقط از اعلم تقلید کنیم. خب من توی مسئله از یک مرجع اخذ فتوا بکنم و عمل کنم، توی مسئله دیگه از یه مرجع دیگه، چون میدونید خب گاهن بعضی از فتاوا الزام، تکلیف و زحمتش بیشتر هست. خب بعضی فتاوا نه اون سنگینی و اون فشار رو نداره و آسان‌تر هست. خب هر دوش هم که حجته، فرض اینه که دو تا مجتهد هم مساوی هستن، میفرمان اشکالی نداره، شما فقط باید حجت داشته باشید، فتوای این مرجع یا مرجع دیگر. ولی فقط یک مورد خارج شد و اونم جایی بود که باید علم به بطلان عمل پیدا نشه. یعنی مثلا توی یه نماز به فتوای دو مرجع عمل بکنیم که وقتی نماز تمام میشه این نماز به فتوای هر دوشون باطله، به فتوای این بگیریم اون قسمت رو انجام ندادیم، به فتوای این، و مثالش رو هم جلسه قبل عرض کردیم، دیگه وقتتون رو نمیگیرم. اما راجع به احتیاط عرض کردیم، از کجا بفهمیم احتیاط وجوبی است یا احتیاط استحبابی و حکمش چیه؟ حکمش این است که اگر احتیاط وجوبی باشه، شما در اون مسئله میتونید از مرجع دیگری، ولو اعلم نیست، ایشون اعلمه که شما ازش تقلید میکنید، از اون دیگری که البته اون دیگری باید از بقیه اعلم باشه تقلید بکنید. خب کجا بفهمم اینجا احتیاط وجوبی است؟ در جایی که در اون مسئله مرجع تقلید فتوا نداده، فرموده اجازه دختر باکره از پدر در ازدواج احتیاطاً واجب است، یا احتیاط اجازه دختر باکره است از پدر، کلمه واجب رو نیاورده، ولی قبلش بعدش چیزی نگفته که اذن پدر شرط نیست، تا بفهمیم که احتیاط کرده، احتیاط استحبابیه.
حالا من یه مسئله رو طرح میکنم، ببینید احتیاط واجبه یا احتیاط مستحب، دیگه تقریبا عزیزان دستشون اومده. در رکعت سوم و چهارم یک تسبیح کافی است، ولی احتیاط گفتن سه تسبیح است. این واجبه یا مستحبه؟ مستحب میشه، چون اولش که بدون تسبیح کافیه و احتیاطاً سه تسبیح گفته شود میشه احتیاط استحبابی. اگه اول نگفته بودی تسبیح کافی است، اینطور میگفت در رکعت سوم و چهارم احتیاطاً سه تسبیح گفته شود، این میشه احتیاط وجوبی. خب حالا اگه جا احتیاط مستحبی بود، احتیاط مستحبی این شد که شما سه تسبیح بگید، احتیاط مستحبی این شد که اگر شما غسل کردید بعدش وضو هم بگیرید. در احتیاط مستحبی نمیتونید به مرجع دیگری مراجعه بکنید. تو احتیاط وجوبی که مرجع فتوا نداده میتونستید به مرجع دیگری مراجعه بکنید، ولی تو احتیاط استحبابی یعنی مرجع فتوا داده گفته اینجا لازم نیست، وضو واجب نیست، ولی احتیاطاً وضو بگیره، خب مراجعه بکنه به مرجعی که بدون احتیاط بدون احتمال فرموده اصلا وضو واجب نیست، یا فرموده وضو واجبه اصلا، شخصی میخواد خیلی احتیاط بکنه به اون شخصی مراجعه میکنه که میگه وضو واجبه. بله اگه میخواد وضو بگیره اشکال نداره، ولی این وضو رو به قصد وجوب نمیتونه بگیره، حتما باید بر مرجع اعلم خودش باقی بمونه و این وضو احتیاط استحبابی است، نه احتیاط وجوبی و نه واجب و نه حکم دیگری. نسبت به اصل احتیاط هم ایشون فرمودن اینجا قبلا هم ما شرح دادیم، کار هر کسی نیست، احتیاط کار بسیار سختیه، یعنی در سختی اول اجتهاده. لذا شما نگاه میکنید بین هزاران آدمی که وارد حوزه میشن که تخصصشون به دست آوردن و آشنا شدن با احکام و مدارک احکامه، یه تعداد کمی به درجه اجتهاد میرسن که درجه اجتهادی که از شرایط مرجع تقلیده. حالا چگونه است که حتی کسی که وارد حوزه نشده و این مراحل رو طی نکرده باشه؟ بنابراین سخته، یعنی زحمت داره، یعنی باید انسان فارغ باشه، تمام همتش و توانش رو بذاره تا بتونه به این توانایی برسه و اجتهاد رو ملکه در اختیار قرار بده. احتیاط سخته، تشخیص احتیاط. الان عرض میکنم مرحله دوم در سختی احتیاطه، مرحله سوم تقلیده. تقلید هم سختی داره، بالاخره باید رساله رو تهیه کنه، باید مسئله رو بپرسه. اینایی که حج مشرف میشن اکثرا مقلدن، خب مرجع تقلید کمه، هرچند مرجع تقلید هم گاهی اوقات در حج نیاز پیدا میکنه که روایات رو ببینه و حکم رو پیدا بکنه، چون بار اولش داره مشرف میشه، یک سری اتفاقات براش میفته که بعد ادله رو مرور کنه، بررسی بکنه. حالا مقلد کارش آسونه، فقط وظیفه داره که فتوای مرجعش رو پیدا بکنه. من الان وارد مکه شدم، عمره تمتع رو انجام دادم، میخوام یه دونه عمره استحبابی انجام بدم، اجازه هست بین عمره و حج تمتع انجام دادن عمره مفرده یا نه؟ خب مرجع تقلید فتواشو داده، ادلهشو دیده، خودش هم مرجع نظر رو میدونه و حکم خدا رو باش آشنایی داره. مقلد فقط کافیه که به رساله رجوع کنه، به مناسک حج رجوع کنه، یا از کسی که وارد هست و مسئله شناسه، به اصطلاح روحانی متخصص مسائل حج، مسئله رو بپرسه، یا اگر توانایی مراجعه به سایت داره یا با مرجع تقلیدش تماس تلفنی داره مسئله رو سوال بکنه. این اقل کاری است که ما برای به دست آوردن حکم خدا و حجت باید انجام بدیم که اسمش تقلیده. حالا اون وسطیه که اسمش احتیاطه، البته هر کدوم با دیگری خیلی سختیش فاصله داره، یعنی سختی احتیاط خیلی بیشتر از سختی پیدا کردن مسئله شرعیه. البته تو مسیر شکر نعمت و بندگی خدا کلمه سختی اشتباهه، من از این کلمه عذرخواهی میکنم، اما منظورم اینه که در مقایسه ای که با هم میشه، و الا دنیا جای سختی کشیدنه و به صریح قرآن یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، برای رسیدن به خدا باید سختی کشید. طبیعتا کسی که میخواد به اورست برسه باید سختی بکشه، کسی که میخواد بالا بره باید پله رو فشار بیاره به بدنش، به جسمش، در معنویات هم همینطور باید کار بکنه تو بندگی تا بتونه رشد بکنه، تا بتونه قلبش و دلش آمادگی برای پذیرفتن نورهای آسمونی رو پیدا بکنه. اینو باید طی بکنه. خب طبیعتاً لازمش سختیه. وقتی نون درآوردن سخته، وقتی زندگی پاک کردن سخته، طبیعتاً بندگی خدا، ولی سختی شیرینه.
سختی که اگر خدا لطف کرد به بنده شیرینیشو چشید دیگه اصلا احساس سختی نمیکنه. مثل درس دادن، مثل درس گرفتن، مثل کارگری که برای کار نسبتاً سخت حقوق خیلی زیاد بهش میدن، اصلا سختیشو احساس نمیکنه، که در روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلب هم هست. احتیاط مشکل و سختیش اینه که دو تا کار باید بکنه. اونجا فقط باید میگشت مسئله رو پیدا میکرد، اینجا باید مسائل را پیدا بکنه، یعنی نظرات رو باید بینه در این مسئله مراجع تقلید چی گفتن. قدم اولش ایشون گفته واجبه، ایشون گفته مستحبه. در مرحله دوم باید بدونه بین واجب و مستحب احتیاط چیه. بین واجب و مستحب احتیاط گرفتن واجبه، یعنی انجام دادن کاره. یکی فرموده مستحبه، یکی فرموده مکروهه. احتیاط به چیه؟ احتیاط به این که این کار دو طرفش جایزه، ولی خب ترک بشه بهتره. حالا تو مستحب و مکروه و مباح خیلی سخت نیست احتیاط، به نتیجه دست مکلف بازه. احتیاط زمانی سخت میشه که فتوای به حکم الزامی واجب است یا حرام است در بین بوده باشه. این شخص اگر میخواد احتیاط بکنه، باید در وضوش، در طهارت و نجاستش، در غسلش، در مقدار آبش، در کیفیت اقامه نمازش، در اذان اقامش. مثلا اگر یکی از مراجع فتوا داده که اقامه واجبه، اذان مستحبه ولی اقامه واجبه، دیگران مرجع تقلیدشون فرموده که اقامه مستحبه، اقامه رو ترک میکنن، اما این احتیاطاً باید اقامه رو بخونه. در نماز اگر مثلا یه مقداری عذری چیزی داشت میتونه سوره رو ترک بکنه، اما مرجعی گفته نه، در هیچ عذری چطور هم ساقط نمیشه سوره هم، مگه در زمانی که عرض شود که به نتیجه مثل نمازی باشه که شخص غریق داره میخونه و شرایط خاصی، باید احتیاط رعایت بکنه، از واجباتش چیزی کم نگذره. بنابراین یا مثلا در مسئله وضو گرفت، تیمم کردن بر خاک، تیمم باید بر خاک باشه. بر غیر خاک میشه تیمم کرد یا نه؟ یه مرجعی فرموده بر غیر خاک هم میشه تیمم کرد، یه مرجع دیگه فرموده نه، بر غیر خاک نمیشه تیمم کرد. حالا فرض بکنیم یک شخصی فقط مقداری گچ داره، چیکار باید بکنه؟ وقتی خاک و گچ هست حتما باید بر خاک سجده بکنه، ولی دیگران فرمودن بر گچ میشه، ولی بعضی گفتن نمیشه، حتما باید بر خاک تیمم بکنه، ببخشید. ولی اگر خاک نیست فقط گچ داره، یا باید نمازو بدون تیمم بخونه، وضو هم که نمیتونه بگیره و فاقد الطهورین میشه که بعضی فرمودن اصلا نمازش ساقط میشه، یا اینکه باید با خود گچ تیمم بکنه. احتیاطش چیه؟ با آب استنجا، این مثال صاحب عروه میزنه. ببینید تشخیص احتیاط یک تخصص اصلا. آب استنجا یعنی آبی که بعد از بین رفتن نجاست برای تطهیر انسان از بدنش بدنشو میشوره و اون آب اضافه میاد. خب این آب استنجا وضو نمیشه باش گرفت احتیاطا، خب وضو نمیگیره. اما فرض بکنیم فقط همین آبو داره، یا باید تیمم بکنه، یا با این آبی که نجس نیست فقط بدن رو باش تطهیر کرده، تطهیر دستشویی یعنی، با این آب باید وضو بگیره. چیکار باید بکنه؟ تیمم بکنه یا با این آب وضو بگیره؟ احتیاط اینه که با همین آب وضو بگیره. تشخیص این که اون احتیاط اول چیه، احتیاط دوم چیه، احتیاط دوم ترک احتیاط اول شد. بنابراین اینا تشخیص میخواد. پس اولا باید احکام شرعی رو بلد باشه، بعد در بین احکام شرعی احتیاط چی میشه اون رو هم بلد باشه، چون گاهی اوقات احتیاط در ترک احتیاطه، یعنی دو تا احتیاط در طول هم قرار داره، باید بدونه کدوم وظیفش هست. لذا اگه کسی بنا گذاشت به احتیاط عمل بکنه، حتما باید مسلط بر فتاوای علما در مرحله اول بوده باشه، دوما یه دوره دیده باشه که بدونه تشخیص بده کدوم یک از فتاوا عمل بهش، عمل به احتیاط. مسئله بعد که اینجا قابل تذکر هست مرور میکنیم، انشاءالله تتمه این بحث رو میذاریم برای فردا، و اون این هست که مرجع تقلید عرض کردیم چندین منصب داره. یکی از منصبهای مرجع تقلید این هست که گره از کار مردم، یعنی اداره امور مسلمین و شیعیان رو انجام میده. اگر کسی مدتی خبری ازش نیست، خانوادهش موندن بدون امکانات، کی باید به اینها رسیدگی بکنه؟ مالی هست، زمینی هست، صاحبش مفقوده، کی باید به این رسیدگی بکنه؟ کسی هست از دنیا رفته، بچه های یتیم گذاشته،
کی باید به اموالی که ازش باقی مونده برای ایتام رسیدگی بکنه؟ حالا یا مرجع تقلید خودش مستقیما که معمولا نمیرسه، مرجع تقلید شخصی رو تعیین میکنه به عنوان قیم برای این طفل، برای این یتیم، به عنوان ولی و متولی برای این زمین و این املاک، به عنوان واسطه رسیدگی به خانواده کسی که اهلش نیستن و هاکذا، مسئله اوقاف و از این قبیل. اعلمیت که به نظر حضرت استاد احتیاط وجوبی بود، این اعلمیت شرط در مسئله تقلیده، نه در این تصرفات. این تصرفات اعلمیت شرطش نیست. بنابراین اگر کسی عرض شود که چند تا بچه یتیم میشناسه که اینها نیاز به رسیدگی دارن، اموال دارن اما کس ندارن، نه عمویی نه پدر بزرگی، کسی نیست. البته اون که ولایت داره پدر و پدر بزرگه، نه پدر هست نه پدر بزرگ، عموش میاد مراجعه میکنه به حاکم شهر و حاکم شهر اگر صلاح دید هم او رو شخص دیگه ای رو به عنوان قیم بچه های یتیم معرفی میکنه. آیا حتما باید به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه؟ نه، میتونه به هر مرجع تقلیدی که شرایط رو داشته باشه مراجعه بکنه. این هم یکی از مسائلی است که در جایگاه و منصب مرجع تقلید هست، اداره امور حسبیه به اصطلاح، یعنی همینایی که مثال زدیم. امیدوارم. خیلی ممنون و متشکرم. خب مثل هر روز بنده مشغول نوشتن هستم و درس هم در این وقت به پایان میرسه. یک میام برنامه ببینید، انشالله سوالات شما عزیزان در خدمتون هست. وقتتون بخیر عزیزان بیننده. 2-0-964-771-779-3893 شماره ارتباط شما عزیزان با این برنامه هست که دائما مسائل شما ارائه میشه و زیرنویس میشه در طول برنامه، به خاطر راحت شدن ارتباط شما با برنامه و حل شدن مسائل شرعیتون انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدن فیلم هایی که به تدریج اثر روی حجاب و روابط اجتماعی میگذاره اشکال شرعی داره؟ اینو به اصطلاح میگن مقدمه حرام. یه بحثی هست در علم اصول. خب دیگه شما عزیزانم تحمل حرفای گاهن سنگین و سخت ما رو میکنید، من عذر میخوام، ولی خب عرض کردیم بعد احکام به مسائل شرعی به مرور زمان سطحش بیاد بالاتر. ما اکتفا نکنیم به اینکه مسئله برامون واضح و آسون گفته بشه، سعی بکنیم سطح معلوماتمون رو هم بالا بیاریم. مقدمه یعنی کاری که برای رسیدن به اون هدف انجام میشه. مثلا وضو، تهیه آب برای نماز. نماز واجبه، مقدمش وضو گرفتنه، مقدمه وضو گرفتن تهیه آب. هر چیزی که برای نماز صحیح لازمه باید تهیه کرد. کسی که میخواد بره حج، ثبت نام کردن، انجام کارهایی که مثل تهیه احرام هست و بقیه، اینا میشه جزء مقدماتش. یه کسی میخواد نماز بخونه، بپرسه قبله کدوم طرفه، میشه جزء مقدماتش. از نظر عقل مقدمه واجب واجبه، از نظر عقل مقدمه حرام حرامه. اگر کسی دوستانی داره که رفت آمدش با این دوستان به مرور زمان او رو به گناه میکشه، رفت آمده گناه نیست ها، یعنی فقط میشینه و بلند میشه و خونهشون میره و چایی باشون میخوره، قهوه خونه میره، قلیون باشون میکشه، ولی اینا کار حرام نیست. به مرور زمان او رو به مواد مخدر میکشن، به مرور زمان او رو با افراد که کار حرام انجام میدن نزدیکتر میکنه، او رو به حرام میندازن. طبیعت رفت و آمد این هست، بنابراین این مقدمشه. خیلی حرف داره که آیا شرعاً مقدمه واجب واجبه یا نه، مقدمه حرام حرامه یا نه. همین اندازه بدونید که عقل این میگه. عقل میگه چطور رفتن بالا پشت بام بدون پلکان نمیشه، حتما باید از پله ها بری بالا تا بالا پشت بام باشی. اگر هدف رسیدن به پشت بامه، حتما باید از پلکان بری بالا. عقل به انسان میگه وقتی که یه جایی آتش هست، وقتی یه جایی آتش ایجاد میشه،
بار رعایت نکردن مثلا اتصالات برق، بار رعایت نکردن جایی که شما بنزین نگه داشتید، عقل میگه این رو باید حتما رعایت بکنید. اگر رعایت نکردید بلای سرتون اومد، خودتون مقصر هستید. یک دارویی، نمیدونم این دارو چگونه است، احتمال داره که این دارو برای من خوب نباشه و منو مریض بکنه، بدون تحقیق این دارو رو مصرف بکنم، باید خودم رو ملامت بکنم. بنابراین اگر گناهی اتفاق افتاد، مثل از بین رفتن عضوی از اعضای من و بقیه، این من درش مقصر هستم چون مقدمش رو رعایت نکردم، باید احتیاط کرد. اینجا هم عرض میکنم در این مسئله، اگر دیدن فیلم به مرور زمان سبب بشه که انسان حجابش ضعیف بشه، تا جایی که حجاب رو برداره، اگر دیدن فیلم به اندازه روش تأثیر بگذاره، اوائل فکرشو خراب میکنه، کم کم قوای شهوانیش رو تحریک میکنه، کم کم این آدمی که نگاه به نامحرم نمیکرد نگاه میکنه، کم کم به گناه کشیده میشه. از اول باید خداگاه آدم رو، بله، از اول باید جلوش. چرا میگن نگاه تیری از ترها، روایت میفرما تیری از تیرهای شیطانه؟ چون با این نگاهی که کم کم قلب گرفتار میشه، ذهن مشغول میشه، پیشرفت از بین میره و انسان رو تو منجلاب گناه میندازه. نگاهه رو باید جلوشو گرفت، چون نگاه مقدمه ارتباط نامشروع میشه. این هم همینطور. بنابراین فرض بکنیم خود فیلمه حرام نیست، که معمولا فیلمه هم صحنه های حرام داره. اگر خود فیلم هم حرام نبود اما به مرور زمان اخلاق خانواده رو خراب میکنه، باید از اون فیلم اجتناب بشه. سوال خیلی سوال مهمی بود، مطلب خیلی برش بار میشه و حتما باید بزرگترها، پدر مادرها، مسئولها، معلمها به این مطلب به عنوان مدیران جامعه دقت داشته باشن. نگیم مهم نیست. چرا اسلام میگه بچه رو از 8-9 سالگی، پسر رو، دختر رو از 6-7 سالگی تمرین نمازش بدید، تمرین حجابش بدید؟ چون این مقدمه با حجاب بودن خوبه، مقدمه نماز خون شدن مقید و سالمه. بدون این مقدمه معمولا نمیشه یه دفعه بگیم خب امروز شما مکلف شدید، 9 سال تمام شد، از فردا دیگه حجاب و از فردا دیگه نماز و از فردا اگه ماه رمضان روزه واجب. معمولا مشکله، سخته. درست قبلش واجب نبود اما مقدمه این واجب بود. مثل مسئله تقلید، شما الان تصمیم گرفتید تقلید بکنید، خب تا رساله تهیه بکنید، تا استفتاحات مسائل بپرسید، این خودش یه عالمه از وقت انسان گرفته میشه و خیلی از مسائل مجبور بدون تقلید عمل بکنه. قبل از آنی که به سن تکلیف برسه باید رساله بگیره، باید نظرات مرجع رو بخونه، باید با مسائل آشنا باشه، باید عملش رو بر اساس نظر مرجع تقلیدش بسازه، تا وقتی به سن تکلیف رسید دیگه مشکلی در این تطبیق نداشته باشه. این هم نسبت به این سوال این بزرگوار. امیدوار هستیم خدا به همه ما توفیق بده، یه جامعه سالم، یه خانواده خدایی آسمونی پاک، دوستان بسیار خوب و انشاءالله خدا همه ما رو از شر چیزهایی مثل برنامه‌های تلویزیون‌ها و موبایل‌ها و اونهایی که سبب بیچاره شدن متأسفانه بسیاری از جوان‌ها و خانواده‌ها شده امروز، متدین و حتی اونایی که خیلی متدین نبودن اما ملتزم بودن، اونها هم به مرور زمان در اثر این کارهای فرهنگی فاصله گرفتن. این که میگم زیاد نمی‌خوام بگم بیشتر جامعه، نه انشالله اینطور نیست. امیدوار هستیم که همونطوری که در موقع‌های حساس نشون داده شده همه حسینی ها، همه شیعان امیرالمومنین سر عقیدهشون هستن، فقط غفلتی حادث میشه، گاهی اوقات انسانی اشتباهی میکنه اما اشتباه مستمر نیست. انشالله خدا کمک بکنه بتونیم اون یک ذره رو هم از بین ببریم و انشالله سالم زندگی بکنیم. انشالله. خیلی ممنونم. مبلغی که مورد نظر واقع می شود از اصل مال خارج می شود و سر سال به خمس و سر سال به حساب خمس نوشته نمی شود؟ من سوال کامل ترش بکنم. بله. اگر درست فهمیده باشم، یک کسی نظر کرده که مثلا یک گوسفند ذبح بکنه، نظر کرده یه مبلغی رو به یه فقیری بده، نظر واجب شرعی ها. خب این نظر وقتی منعقد شد، یعنی به گردن شما اومد، واجب شد، میشه دین شما. بعد شما این دین رو پرداخت کنید. اگه این دین رو پرداخت کردید سر سال اومد، دیگه تمام شده. اما اگه این دین رو پرداخت نکردید سر سال اومد، بله بهش خمس تعلق میگیره. مگر دینی که وقتش گذشته باشه، یعنی مال بدهی پارسال بوده باشه. بله، این حتما باید درش دقت بشه. عزیزانی که سال میگذره، مبلغی پیششون هست و بدهکار هم هستن. بله. این در حقیقت بدهی طلب اون شخصه که باید به اون شخص پرداخت بشه، وقتش هم رسیده، نظریست که وجوب ادایش رسیده، این باید در اون مورد مصرف بشه، مابقی بهش خمس تعلق میگیره. خیلی ممنون، متشکرم. دوست عزیزی از اینطور که نوشتن از یونان مزاحم شدن، اینطوری که میتونن مراهم هستین،
استخاره میخوان که الان هم بیننده هستن، اگر اجازه بدین بهشون میگم که بعد از برنامه انشالله بعد از برنامه خدمتشون هست. بله خیلی ممنون. راجع به استخاره مطلب بگم، اشکالی نداره. و اون اینه که خود مقید بودن به استخاره اشکالی نداره، فقط حتما سعی بکنیم در مورد استخاره جایی از استخاره استفاده بکنیم که متحیریم، بررسی کردیم، یه زمینی میخوایم بخریم، تحقیق و بررسی و یعنی حرفای یه جوریه که انسان اطمینان پیدا نمیکنه. احتمال داره که الان ما این زمینه بخریم بعدش ضرر بکنیم. یه معامله تجاریه، یه صرافیه میخوایم انجام بدیم، یک کاریه میخوایم، یه مسافرت هجرتیه میخوایم انجام بدیم، تقریبا خوبه اما از آیندهش بیخبریم، نمیدونیم آیا ضرری برش مترتب میشه یا نه. اینجا خوبه آدم استخاره بکنه. اما اگر تبدیل شد به این که الان آب بخورم یا نه استخاره بکنم، این لباسو بپوشم یا اون لباسو، استخاره بکنه، الان از خونه در بیام یا شب از خونه در بیام استخاره میکنه، این مطلوب نیست. کم کم اراده انسان رو ضعیف میکنه. حتی مثل مسئله ازدواج چقدر مهمه. اگر رفتید یا موردی برای شما اومد شرایطش خوب بود، اقدام به ازدواج بکنید با توکل بر خدا. اما اگر نه، خیلی براتون روشن نشد از تحقیق، یا دو مورد بود نمیدونستید کدوم برای شما بهتره، شرایط یکسان بود، استخاره بکنید. تحیر فقط. خیلی ممنون. برای این عزیزم انشالله بعد از برنامه. انشالله بعد از برنامه. خب دوست بزرگواری فرمودن که یه سوال عقیدتی دارم. تا به حال پیامبر اشهد ان علی ام ولی الله رو گفتند؟ بله، در قصه یک توضیح مختصر اگر ممکن براتون بدین. بله، در بعد از قصه غدیر که علنی شد و بر همه لازم شد که در اذان اقامه اشهد ان امیر المؤمنین علی الله و علی حجت الله صلوات الله و سلام علیه گفته بشه. بله، در اذان ها بوده. فقط شما میدونید احکام تدریجی بود، یعنی کم کم بیان میشد. اشیاء امورات دنیا دو دست است، بعضیاش مستمر، به اصطلاح علمیش قاره الوجوده، مثل کوها. بله حرکتی داره، به مرور زمان تبدیل میشه اما عرفن ثابته. اما یه چیزایی نه، مثل نهر آب، این آبی که الان اینجا هست لحظه بعد اینجا نیست، اینی که جاشو گرفته یه آب دیگه است، اون از بین رفت، از اینجا رد شد، یه آب دیگه جاشو گرفته. شما به نظرتون یکی میاد، زمان اینطوره، روز و شب اینطوره، دیروز رفت که امروز اومد، امروز هم از بین میره که فردا جاش میاد. احکام شرعی به مرور زمان بیان شد، یعنی زمان گذشت تا بیان شد، همش یک جا گفته نشد، لازم بود اینطور بوده باشه. لذا اگه میبینید حجاب اول اسلام بیان نشد، به خاطر اینکه باید کم کم وقتش بیان میشد. و نسبت به خمس و بقیه دستورات هم همینطور. این که در اذان و اقامه شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفته بشه، قطعا در زمان امیرالمؤمنین، در زمان پیغمبر بوده و مؤمنین شهادت به ولایت و حجیت امیرالمؤمنین در اذان اقامه میدادن. خیلی ممنون و متشکرم. یک سوال دیگه از این طرف بپرسم، این پیام های مردمی بعد از تلگرام دوستان. شخصی که دوچار فشار شهوانی هست و راهی برای ازدواج نداره چه کار باید بکنه؟ دعا خیلی مؤثره، از خدا بخواد که انشالله براش تسهیل بشه و تلاش بکنه که از عهده این امتحان سخت بر بیاد. بزرگوار، اونی که ازدواج کرده درست از یه مشکل خلاص شد، اما گرفتار 7 تا 8 تا 10 تا مشکل دیگه میشه. لذا اینه که ازدواج میکنن برای اینکه راحت بشن اشتباه میکنن. ما ازدواج میکنیم که به خدا نزدیک بشیم، چون خدا ازدواج رو دوست داره، چون پیغمبر دستور داده. نه اینکه ازدواج میکنیم که راحت بشیم. بله راحتی نسبی داره اما 10 تا گرفتاری دیگه هم هست کنارش. بچه دار نمیشیم که راحت بشیم، اولاد رو میخوایم که شیعیان امیرالمؤمنین اضافه بشن، باقیات الصالحات از خودمون بگذاریم و همینطور بقیه کارها. اگر کسی قسمتش شد و خودش مقصر نبود تو دیر ازدواج شدنش، تلاششو کرده، از 17 18 سالگی آقا پسر خواسته، خانوادش هم دنبالش بودن، اینطور نبوده که خلاصه بشینن. اگرچه باور این سخته، مثل اینکه کسی الان بیاد بگه من تا حالا کربلا نیومدم، نشده بیام، نشده بی دست و پاش میاد، فقیر ندارش بدهکارش میاد، چطور نشده؟ یه خورده پذیرفتنش سخته. یعنی یه کسی بیاد یه عذری بگه که قانع بشیم بگیم بله این حقش بوده. بله یه وقتی پدر و مادر پیری داره، به هیچ وجه نمیتونن حرکت بکنن، بستری تو بیمارستان خدای نکرده، هیچ کس نیست نگهداری بکنه، یعنی دیگران هستن اما نمیتونن مثل این. بله دختر خانم آقا پسر یه درست پدر مادرش اینطوری، خب این براش 100 تا کربلا نوشته میشه اگه واقعا نمیتونه و بعد پیش اینا باشه و رسیدگی کنه. اما نه، مشغول کارم، اداره اجازه نمیده، کارم یه جوریه که فلان، اینا عذر نمیشه.
حتی اونی که پدر مادرشون رو اوکری میکنه، خدا براش یه جوری وسیله جور میکنه، عاشق باشه حتما میاد. و همینطور نسبت به این مسئله، که یعنی کسی بگه که من تلاش کردم اما نشد ازدواج بکنم، 18 سال 19 سال، یعنی هفته ای 3-4 مورد که برید بالاخره یکی استخارش بد میاد، یکی قبول نمیکنه، یکی قبول میکنه. فقط مشکل اینه که ما فکر میکنیم اونی که قبول میشه حتما یه پارچه سبزی، یه پرچم سفید تو آسمونی، به قول قدیمی ها اسب سفید سوار میشه میادی. اینا نیست. برای دختر اولین جوان مؤمن متدین که میاد قبول بکنه، منتظر این نباشه که یکی بیاد که وضعش از این بهتر باشه، تیپش از این زیباتر باشه. اونی که میخواد خدا تو این پسر قرار میده. آقا پسر وقتی میره خواستگاری دختر، البته زود قبل از 20 سالگی انشالله، وقتی میره اولین دختری که مؤمن متدینه با خداست و ملتزم به دین، اقدام بکنه و منتظر این نباشه که برم شاید یه موردی از این قیافش بهتر باشه، خانوادهش از این اصلدارتر باشن، یه مقدار شاید ما به هم نخوریم. شما پیش برید با توکل و از خدا بخواید اونی که صلاحتون هست بشه. وقتی به خدا واگذارش کردید، خدا اگه صلاح نبینه خودش بلده به همش بزنه، و دیدیم و دیدید. بله. حالا اگر جوانی همین کارا رو کرده برفرض و هنوز ازدواجش درست نشده، یا خودش مشکلی نداره، خانواده‌اش نحسی کردن، خدایی نکرده نرفتن، حالا هم که رفتن شرایطشون نمیخوره، یا به هر جهتی تا حالا جوان نتونسته ازدواج بکنه، دو تا سه تا برادر بزرگتر داره و اجازه نمیدن، تا اونا ازدواج نکردن تو حق ازدواج نداری، مثلا اجازهش نمیدن ازدواج بکنه، روزه بگیره. اگرچه میدونم دونه دونه کلماتی که میگم سخته و انجام دادنش، اما امتحان شما اینه. بله. چطور اون داره با زنش امتحان میکنه، اونو با فرزندش یا با فرزند نداشتنش، با فشار اقتصادی، با مریضی، شما هم خود داره امتحان میکنه با اینکه بدون همسرید، یعنی باید شهوت رو کنترل بکنید، اونا باید چیزای دیگه رو مراقبت بکنن، که البته اونا امتحان شهوت هم دارن. شما بیشتر از همه نسبت به این مسئله، خصوصا اون کسی که حالت هیجانیش خیلی زیاد هست، روزه خیلی موثره، رو برنامه غذاییتون مطالعه بکنید، به طبیب مراجعه بکنید، بگید من مشکلم این هست، چه غذاهایی رو پیشنهاد میدید که من بخورم خیلی موثره که کمتر تحریک بشم، چه لباسایی رو بپوشم، حتی رنگ لباس ها رو سوال بکنید. تو مجامع دینی باشید، سعی کنید تو خونه یا محل کار تنها نباشید. بله. به هیچ وجه بیکار نباشید. یه سری برنامه‌های اینچنینی است که کمک میشه. اما اگه فکر میکنید راهی هست که انسان با گناه مثلا این زمان رو بگذرونه، این ناموفق شدن، این مردود شدن تو این امتحانه. اگر سن بالا رفته و مورد هم هست ازدواج موقت انجام بدن، ولی جز این باقی نمیده، چون اینو ما نصیحت نمی‌کنیم، مشکلاتش خیلی بیشتر از فوایدش هست. اما اگه کسی کارش به جایی رسید که نشد و مقدورش نیست، ازدواج کرده، طلاق گرفتن، الان موقعیت ازدواج براش دور نیست، موردی با شرایط مناسب پیدا بشه، بله اشکالی نداره. خیلی ممنون. با این صحبت ها و فرمایشات شما دو تا سوال جواب داده شد، یکی همین سوالی که پرسیدم و یکی در مورد دوستانی که سن فکر میکنن سن ازدواجشون گذشته باشه. خب سلامی از قعر دلم به اوج افلاک به مولایم حسین علیه السلام. یک دو بیتی زیبا برای ما ادامه نوشتن و گفتن که از تبریز پیام میدن به برنامه و پرسیدن که خونه ما نزدیک مسجده و من خیلی دوست دارم نمازهامو با جماعت بخونم، ولی شوهرم به این اعتقادن که امام جماعت برای نماز جماعت پول میگیره و من به اونی که به خاطر پول نماز میخونه اقتدا نمیکنم. اگر جوابی برای درستی یا نادرستی این اعتقاد ایشون توضیح بدین ممنون میشم. البته مانع نماز جماعت رفتن من نمیشن، من به رسم ادب به خاطر ایشون در نماز جماعت شرکت نمی کنم. دوست دارم با هم بریم، ولی خب و یک سوال دیگه داشتن، حالا میخواید الان بپرسید میخواید بعد از من عرض بکنم؟ بفرمایید. ببینید عزیزان، که این اگر امام جماعت عادل بوده باشه و قرائت نمازش درست باشه، نماز پشت سرشون صحیحه. حالا آیا پول گرفتن با عدالت منافات داره یا نداره؟ اگر این شخص آدمی است تمایل به دنیا داره، یعنی به خاطر پول نماز میخونه، آدم مادی هست، بله نماز نخونید. اما اگر آدمی هست که مقید شرع بلده، حرامی ازش ندیدید، گناهی ازش ندیدید، فقط مجرد گرفتن اجرت هست، خب این سبب نمیشه که از عدالت ساقط بشه. نماز رو برای خدا میخونه نه برای پول، مسجد رو برای خدا میاد نه برای خاطر پول. اما به نتیجه این شخص هم باید زندگیش اداره بشه. زندگیش با چی اداره میشه؟ این مسیر که میاد میره، وقتی که گذاشته میشه، طبیعتاً با همین هدیه‌ای هست که از طریق مسجد بهش داده میشه. بله. ما به رفقای مسجدی و هیئتی ها، چون به هر دو طرف هم ان شاءالله با مردم ارتباط داریم، هم با اینها
به اینها میگیم که به اینا که اداره میکنن هیئات رو مساجد حسینی ها رو میگیم شما منبری و مداح رو که دعوت میکنید بهترین پاکت و هدیه رو بهش بدید. این جزء خدماتی است که شما انجام میدید. چطور بهترین غذا، بهترین برنج، این رو هم جزء بهترین هاست. تلاش بکنید به اندازه توانتون بهترین رو تقدیم بکنید. از اون طرف هم، یعنی به مردم و هیئات و اینها گفته میشه، از اون طرف هم به منبری و مداح و دوستان چی میگیم؟ میگیم به هیچ وجه ما نباید نوکری امام حسین و منبر را و محراب رو برای خاطر پول انجام بدیم. اگه یک ذرهش برای پول شد، دنیا و آخرتمون رو از دست میدیم. پاکترین پول و حلالترین پولی است که مردم با لذت و علاقه برای این جور کارا به انسان میدن، ولی اون نباید شرط باشه در عمل ما. بنابراین این اخلاصش رو باید رعایت بکنه و علامتش هم اینه که اگه چیزی بهش داده نشد شکوه نمیکنه، ناراحت نمیشه، ولی از اون طرف هم اونها باید این وظیفه رو انجام بدن و بهترین هدیه ها رو تقدیم بکنن به اونایی که به دین و مکتب خدمت میکنن. بنابراین اگر فقط مشکل امام جماعت اینه ولی التزام داره، متدین، ملتزم هست، اشکالی نداره و نماز جماعت صحیح هست. بحث شرعیش رو هم در بحث اجرت گرفتن در واجبات اونجا مطرح میکنن که اگر کسی برای واجبات خودش پول بگیره این شرعی نیست. میخوام نماز صبح بخونم پول بگیرم، اگه پول نگیرم نماز صبح نمیخونم. بله این اشکال داره. اما اگه کسی برای واجباتی که کردن دیگران مثل نماز استیجاری بگیره این اشکالی نداره. خیلی ممنونم. اگر پدر خانواده خمس و زکات ندهد وظیفه خانم و افراد دیگر خانواده چیست؟ به اندازه‌ای که خودشون از اون خونه مصرف میکنن خمس بدن. اگه مجبورن تو اون خونه زندگی بکنن از حاکم شهر اجازه بگیرن و از غذا و لباس و پوشاکی که بهشون داده میشه یک پنجمشو قیمتشو حساب بکنن و اگر دارن پرداخت کنن، اگر ندارن اونها رو از حاکم شهر اجازهشو بگیرن که معمولا اجازه بهشون داده میشه. و اما سوال اون دوست عزیزم که از تبریز پیام داده بودن، سوال دومشون این بود که نماز شب میشه رو صندلی نشسته هم بخونیم با اینکه برای ایستادن و سرپا بودن هم مشکلی نداریم؟ بله، ولی ثوابش نصف میشه ظاهرا. اگر بخوان ثواب کامل گیرشون بیاد باید بایستن. یک تماس واتساپی داریم. خب ظاهرا قطع شد. خب مشکل نداره. یک سوال دیگه من مطرح کنم، نمیدونم دوستان اگر لطفاً به من بگن چقدر دیگه زمان داریم تا آخر برنامه. 7 دقیقه تقریبا. خب تماس واتساپی بچا. سلام به بیننده عزیزی که از واتساپ تماس گرفتن با برنامه. الو دوست عزیزی که از واتساپ تماس گرفتید با برنامه، لطفاً از طریق گوشی صدای بنده رو بشنوید. سلام میکنم خدمت. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید سوالتون رو بپرسید. سلام علیکم. چه خوبه؟ متشکرم، در خدمتتون هستیم. راجب آیت الله سید محمد شیرازی صحبت هایی میشه که ایشون مرجعیت رو کی تایید کردن؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه. باش. خیلی ممنونم که تماس گرفتید، در خدمتتون هست. فکر میکنم این بزرگوار سوالشون از اخوی ایشون آیه آسد صادق شیرازی هست، نه آسد محمد. آسد محمد شیرازی برادر بزرگتر ایشون بودن که چند سال پیش فوت کردن. راجع به مسئله مرجع تقلید تو مباحثی که گذشته شد حتما عزیزان متوجه شدن که شرط مرجع تقلید داشتن اجتهاده. اجتهاد از کجا معلوم میشه؟ یا شما خودتون باید متخصص باشید و بفهمید که این شخص به مرحله اجتهاد رسیده یا نه، بعد اعلم هست یا نه، یا از دو نفر که مورد اطمینان شما هستند سوال بکنید و اونها به شما بگن که این شخص به مرحله اجتهاد رسیده یا نرسیده. نسبت به مراجعی که الان ما در محضرشون هستیم کلن، نه فقط خصوص آیت الله عظما شیرازی، همین طریقه هست و کافیه شما اگر خودتون اهل تخصص نیستید از کسانی که مجتهد هستن سوال بکنید، از کسانی که عرض به محضر شما در درس‌های خارج شرکت میکنن، سالیان سال هست تو حوزه هستن و توان تشخیص اجتهاد رو دارن سوال بکنید، براتون مسئله روشن خواهد شد. این سوال رو معمولا عوام میپرسن. بله. خصوصا نسبت به کسی که سالیان سال هست تدریس درس خارج میکنه، نسبت به کسی که چندین کتاب فقهی نوشته شده، نسبت به کسی که شاگردانش درس خارج میدن، میان سوال میکنن که آقا مثلا اجتهاد ایشون از کجا ثابت شده. این خود سوال نشون دهنده که این شخص ناآشنای با روش هست.
میگن قدیمی‌ها میگفتن که فلان مرجع، مرجع بعدی رو به عنوان مجتهد و جایگزین جانشین خودش معرفی میکرد. اینه که یکی از راه‌ها و روش‌های سنتی بوده، ولی گاهی اوقات این کار انجام نمیشه و اختیار به خود مقلدین داده میشه. گاهی اوقات مکاتب و دفترهای مراجع بعد از فوت مرجعی، مرجع دیگری رو به عنوان اعلم معرفی میکنن. اما سوال از اصل اجتهاد تقریبا دیگه به قول قدیمی ها پنبهش زده شده و جای طرحش نیست. لذا به این بزرگوار و دیگران عرض میکنم که نیاز نیست که شما مثلا برید تو سایت یک مرجعی که سالیان سال هست درس خارج میده و شاگردان تربیت کرده، دنبال کسی بگردید که مثلا از مراجع گذشته آقای بروجردی اجتهادشون رو تایید کرده باشه. نسبت به بعضی از مراجع گذشته که مورد احترام تمام بزرگان الان هست و کتابهای علمی اونها در دروس خارج و نظراتشون طرح میشه، هرچی شما میگردید پیدا نمیکنید که یکی از اساتیدشون اجتهادشون رو امضا کرده باشه. اما در اجتهاد او هیچ حرفی نیست. چرا؟ چون کتابی نوشته که اون کتاب پر از استدلالات قوی علمی است که متخصص های فن، یعنی اونهایی که به مرحله اجتهاد یا قریب اجتهاد هستن، اینها رو متوجه میشن. خیلی ممنونم. تماسی که دوستان از اتاق فرمان بس کردن در خدمتتون هست. سلام به بیننده عزیزی که در قطع شد. خیلی ممنونم. خب سلام، خسته نباشید. ببخشید اگر چک و سفته ای که طلب داریم مال چند سال پیش است، اگر به دادگاه مراجعه کنیم و بخواهیم ضرر زیان چک های دادگاه رو حساب کند، بخواهیم بگیریم جزء نزول حساب میشه یا نه؟ نه، این نزول نیست. نزول اینه که شما یک مبلغی رو بگیرید و شرط بکنید، یعنی باید این مبلغ رو با اضافه به شما برگردونه. من 1,000,000 به شما میدم، شما 1 سال دیگه 2 سال دیگه باید 1,500,000 2,000,000 به من برگردونید. این ربا هست. نه. اما اگه من 1,000,000 به شما دادم که 1 سال دیگه به من 1,000,000 برگردونید، چک از شما گرفتم، جنسی از شما خریدم که قیمتش 1,000,000 هست، شما چک 1,000,000 به من دادید، اما 1 سال گذشت از موعد چک گذشت، چیزی به من داده نشد. الان 20 سال از قصه گذشته. 1,000,000 اون روز یه خونه میشد، 1,000,000 الان هیچی نمیشه. چیکار باید کرد؟ باید مصالحه کرد. باید دو طرف، یعنی هم طلبکار هم بدهکار، بنشینن حساب بکنن روی مبلغی. حالا مثلا اگه طلا بود چقدر میشد، اگه خونه بود چقدر میشد، یه چیزی حد وسطش رو بگیرن. 1,000,000 یه خونه میشد، الان یه خونه میشه 100,000,000. اما اگه طلا خریده بودن میشد 40,000,000. بین 40,000,000 و 100,000,000 با هم مصالحه بکنن. خیلی ممنون و متشکرم. دوست بزرگواری که با 915 تماس میگیرن در مورد سوال قبلیشون، میتونم بعد از برنامه در خدمتشون باشم. الان فرصت بدن به دوستان دیگه‌ای که دارن تماس میگیرن. خیلی متشکرم از تماستون. خب دوست عزیز پرسیدن که کمتر از 1 دقیقه. خب من این سوال رو سریع بپرسم فقط که نماز جماعت، اگه نماز ظهر عصر خونده باشن و نماز عصر میخواد شروع بشه، من نماز ظهر رو میتونم به نماز عصر اونا بخونم و اقتدا کنم؟ اگر شما نماز ظهر عصر نخوندید، بله نماز ظهرتون رو میتونید به عصر امام جماعت اقتدا بکنید. ولی اگر ظهر عصر رو خوندید و میخواید فقط ثواب جماعت گیرتون بیاد، ظهر خوندید عصر رو هم تکرار بکنید، دوتاشو با هم. اگرچه اگر نخوندید اشکالی نداره، ولی بهتر هست که اگر بنا دارید ظهر رو بخونید، ظهر عصر رو با هم بخونید به جماعت. و اگر هم نماز ظهر عصر رو نخوندید، که خب طبیعتاً عرض کردیم میتونن ظهر رو اقتدا بکنن و بعدش عصر رو بخونن، لازم نیست تطابق در نیت بین نماز مأموم و نماز امام. خیلی ممنون و متشکرم. امروز هم تشفوردی در خدمتتون بودیم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم. یک نکته رو بنده عرض کنم نسبت به اون دوست عزیزی که در مورد سوال پیامبر و اشهد ان علی و ولی الله، میتونن تکرار برنامه رو در ساعت به صورت آمی 12:15 شب یا 15 دقیقه بامداد ببینن امشب و از طریق یوتیوب هم دنبال کنن برنامه رو. خیلی ممنون و متشکرم هستم که همراه ما هستید. خدا نگهدارتون.